إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أيها المسلمون إن هذه الآثار التي ورائي إنما هي أصنام وأوثان لأقوام في القرون السابقة جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الله أكبر حطم دولة الصليب يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أناقيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الوسل في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان طغت عليه غيوم القهر والغلب هذا أوان سير الوسط في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب الله أكبر حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب الله أكبر حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سالحة فتنزف الدم أمريكا بالأركب ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب هل من مزيد هل الأيام سالحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب الله أكبر حطم دولة الصنم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اردیبهشت سال 1359 یعنی دقیقاً 30 سال پس از بازگشت پیکر رضا شاه به ایران مقبره او به دستور صادق خلخالی تخریب شد. ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه. خلخالی نه تنها قبر رضا شاه را با خاک یکسان کرد، بلکه قبر علیرضا پهلوی و حسن علی منصور را نیز از بین برد. او در سالهای بعد در خاطراتش نوشت که این تبعیت از آرای ملت بوده و ملت ایران او را در این راه تأیید می کردند. شما با آقای خاتمی هم در ارتباط هستین؟ کاملا. شما ایشون رو تأیید می کنید؟ آقای ریاست جمهور رو؟ بله بله. نه از هر جهت، بلکه در سال 95 ما قبولش. شما به کی رأی دادین به عنوان رئیس جمهور؟ آقای خاتمی. پس به ناطق نوری رأی ندادید؟ نه.
ایشون گفتن که تمام احکامی که شما صادر کردین به دستور حضرت امام بوده. گفتن که شما غیر از فرمان امام کاری نکردین و هر آدمی رو که کشتین به فرمان حضرت امام بوده، درسته؟ کلیتش بله. نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنن. ما میخوایم اسلام را تربیت بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخریارا، اونا که آقای خلخالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من میایستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. با مشورت این بزرگان در این راه قدم گذاشتم. ایشون گفتن که تمام احکامی که شما صادر کردین به دستور حضرت امام بوده. گفتن که شما غیر از فرمان امام کاری نکردین و هر آدمی رو که کشتین به فرمان حضرت امام بوده، درسته؟ کلیتش بله. امامی بود که کاملا به رأی مردم، به استقلال مردم، به آزادی مردم مؤمن بود و معتقد بود که اسلام با این همه سازگار است. و یکی از چیزایی که اینا باز براشتی نمیزنن، دو جبهه ملی هم در اعلامیش چیز کردن، دانشگاه چرا باز نمیشه؟ دانشگاه شما رو بیرون داده. این دانشگاه باز بشه، ده 20 سال دیگه یه عده بیان، همینا هستن، همین که شما امام هست. امامی که من میخواستم، امامی که من میشناختم، امامی بود که کاملا به رأی مردم، به استقلال مردم، به آزادی مردم مؤمن بود و معتقد بود که اسلام با این همه سازگار است. و اگر انحرافی وجود دارد اینجاست. آقا در این جمهوری اسلامی به صراحت گفتم که امام هم جمهوری اسلامی را قبول نداشت. یعنی امام به مردم دروغ گفت؟ بله، امام مرتجع هستیم. شما روشنفکر هستید. شما روشنفکر ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شمایی که میخواهید جوانان ما را
به تعلیمات غربی بکشید. کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخوایم.